سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرزادم امروز با ماست سلام اه... آقا آه... 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 برگشتیم جون خیانت کردی به من برای چی؟ تنظیمات میکروفون من عوض شده هیچ تغییر نکرده صد درصد یکی با ابعاد تو اومدی این ت... تکون خورده بود؟ نه همینجا, همینجا. همه چی؟ یکی همینجا. اینجا نشستی که عباده شما هم فرق هیچ کس اینجا نشسته متاسفانه خودت بودی ما برگشتیم بعد از چقدر وقت؟ 6 هفته، هفت هفته فکر کنم هفت هفته مک فکر کنم هفت هفته مک گفتیم بین یه ماه و نیم تا دو ماه برمیگردیم قرار بود هفته پیش برگردیم ولی به خاطر اتلا... اتفاقاتی که همه میدونید یه ذره دیر شد خلاصه برگشتیم دیگه کلی انرژی و اینا داریم, داریم. من دارم من دیروز خوشحال بودم مثل مرم گشتیم آره منم می نوشتم بسیار زیبا بود تو چیکار گشت؟ واقعا زشت این حرکت زشت ام... بهت که ما... ما رفتیم اومدیم دنیا عوض شد ببین اصلا داشتم فکر میکردم که ما یه نه پست رفتیم برای گل جهانبخش بخش برای مثلا روز اول ژانویه گفتیم که به به سوری دوست آره از اولش پیداست بهارش پیداست و فلان و اینا بعد دیگه ریخ به هم رکب خوردیم یعنی اصلا ترکون ما رو یعنی اون 6 هفته هفت هفته پیش که ما داشتیم میرفتیم به ما میگفتن وقتی که میایید دنیا اینجوریه ما صد در صد به عقل گوینده اون خبر شک میکردیم آره بله. امکان نداره این همه اتفاق بتونه بیفته ولی افتاد آره من میگم دیگه نریم چون احساس میکنم ما میریم یه رابطه بین رفتن ما و اتفاقات بازی ها وجود داره شعاری اپیزود اگه قرار ما نرفتن ما یه سری چیز بگم ما هفته دیگه با آقای ماز جبرانی مسابقه اون رو حالا کردیم پخش میشه اون اتفاق خیلی خوبیه که افتاد هفته دیگه اپیزود اولمونه چی؟ و اینکه هفته دیگه اپیزود اول دیگه آها اپیزود اولمون مسابقه با مازه ما آره برای هفته دیگه اپیزود اول پخش میشه سر 96 حالا اگه اینطوری بخواین الان چهاریم واقعا آه. الان چهاری. بعد اینکه کسایی که تصویری نگاه میکنه تو یوتیوب که برید نگاه کنید کلی الان چی بهش میگن کلی جذابیت بصری جذابیت بصری اضافه کردیم دوربینمون عوض کردیم دو تا دوربین اصلا اضافه کردیم دیگه هر چی تو کاسه داشتیم دیگه ریختیم بیرون ببین من داشتم فکر میگم کسایی که ما رو تو استودیو قبلی گوش میدادن بله دیگه فکر کنم یعنی میرفتن یوتیوب ما رو میدیدن دیگه نه... نمیاد نه دیگه همه چی رو بینن. یعنی بخاطر اونجا محیط که افتضاح <تصفح> حالا <تصفح> 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 برهاد. یه محیط سربسته با اکران هم که ویو نداره قیافه من و تو هم که اصلا تعریفی نیست یعنی دیگه خسته کننده ترین حالت دنیا میشد ولی کسایی که اونو دیدن احتمالا دیگه همه چی رو میبینن دمشون گرم بعد اینکه کاورامون اه... عوض شده حالا تو اینستاگرام از کسایی که زحمت تراشی کشیدن تشکر میکنیم برید ببینید ازشون از طرف اون روزی هم که شما تشکر, تشکر کردیم آره تشکر کردیم دیدید و اینکه امیدوارم که دوست داشته باشین دیگه چه تغییرایی داریم سعی میکنیم که حالا شخصا میخوام سعی کنم که بیشتر از اشخاص حالا مهمان دعوت بکنیم که بیان و مهمان برنامه ما باشن حالا چند تا برنامه مختلف داریم جدید. دوربین جدید دوربین جدید دیگه بسری آها فکر کنم خاطر محیط داشتیم نه من. بابا خود نگاه کن کیفیت خدا کیفیت خوبه. تو از, از لایوت بهتر کیفیت هم. <laughs> کلی هزینه کردیم ایمان لاغر شده آره خیلی لاغر شده اما ایمان داشتن گفتن خوب نیست برگرد چاق شو نه آقا برگرد چاق صورت... شو این صورت تکیده رو من دوست ندارم اون پر صورت توپول و ریش بلند و ازا. استوانه بالات خیلی اوهات داشت الان قدرت ندارم. داشت الان دیگه... دیگه... الان دیگه همه میزننش اینجوریه یه چیز جالب درست کردی که چیز درست کردم همه... اون اینترو که رو اینستاگرام آره اینترو بال بود دیگه اونایی که وایس فرستادن گرم خیلی ها فرست فرستادن حالا من سعی میکنم ورژن های مختلفش رو درست بکنم پخش بکنم که بتونیم استفاده بکنیم هیچ کی از اسوان وایس نذاشته بود بگه من از اسوان اینترنت قطع اسوان <تصفح> <تصفح> هنوز حالا اسمایی هم که گذاشته بودی خیلی هاش یکی بود بچه ها هم همه چیزا آره هم. یه چیزی دیگه بگم این چیزی ای کسایی که دارن میبینن این چیزی که میبینید اینجا چی بهش میگن این فتوشاپ نیست چون من تصویر رو به هر کسی اون سامپل رو برکی نشون دادم توی کن که با چرا فوتوشاپ کردی لوگو خودت اینجا لوگوی خودت که پشتش هم بعد اینجوری من میتونم بگیرم ما اسواش کردیم که و اگر که کچه با اینو از قصد کیت زدی که واسه فتوشاپ آره خطای انسانی توش دخیل کردی ولی خیلی پرسیدن این فتوشاپ نیست دیگه همین دیگه میخوای بریم سراغ برنامه‌مون سری یا میخوای چیزی بگی اولش آره. شما چیزی داریم بگید من یه تنه میکروفون رو گرفتم دارم سب... دیگه اقدارات خالی کن دیگه مدت حرف نزدیم خیلی داشتیم با کارون صحبت حالا <تصفح> که دیگه اصلا افتادیم دوره همی بار داریم صحبت میکنیم با کارون داشتیم صحبت میکنیم گفتیم که این مدتی که پادکست نداشتیم محاوری روزانه هم که زیاد نداریم اصلا جمله های معمولی روزانه هم درست من واقعا تو تکلم معمولی سرکار به مشکل میخوردم این زبونه نمیچرخید دیگه فارسی فارسی آره مشکل داشت انگلیسی که واقعا نمی‌چرخید کاملا نمی‌چرخید آره همیاری نمی‌کرد آره خدا خوشحالیم که برگشتیم فکر کنم یکی از پر انرژی ترین ریترنامونه آره امیدوارم تا آخر اپیزود اینو بگی چرا اون سورپرایز اتون کنم نه حالا اون تو تاپیکش رو من نمیدونم نه ایمانم نمیدونه احتمالا میخواد حالا پس من مال خودم تو بگم خب ورق برگشت من عوض کردم اسم قسمت رو ایمانم نمیدونه بگو این تو این دوربین اینم این یکی دوربین بچه ها رو دب کن برو ببینم خوشحال میشه یا نه اسم قسمت چی گذاشتم اگه گفتید یه درخواست کوچیک جون اول یه مقدمه بگم که ذهنها و قلبها رو آماده کنم برای این درخواست کوچیک اینه که رفتم من نگاه کنم ببینم خبرهای بد چه تاثیری روی آدم میتونه بذاره طبق طب. معمولا یه سری اعداد و ارقام پیدا کردیم از جامعه آمریکا <applause> که مثلا چی 75 درصد محافظه کارا و 60 درصد دموکرات آسی میشن از سیل اخبار اون <applause> تقریبا <applause> نه دیگه حالا خب بعد یه سری عدد دیگه هم بود نمیدونم از 50 تا 72 درصد آمریکایی‌ها استرس میگیرن از این خبرها یا ناامید میشن نسبت به آینده بقیهشون خوشحال میشن یه سیل اومد یس و حالا مثال این اخباری که اونا باهاش مواجه میشن چیه مثلا اون خبری که اومد که بعد از دستور دوست از آقای ترامپ اون خانواده هایی که قانونی مهاجرت کرده بودن رو جدا میکنن از بچه هاشون مثلا اینو تاثیر منفی روی ذهن کسایی که اخبار رو میشنیدن گذاشته بود یا اخبار انتخاباتی بود یا اخبار مربوط به تغییرات اقلیمی که الان هم تو استرالیا همه درگیرشن و از این به هم بدتر قراره بشه راهکار حالا یه سری راهکار هم ارائه داده بودن توی این مطالبی که من میخوندم مثلا اینجوری بود که میگفت روزانه زمان محدودی رو اختصاص بدید به شنیدن خبر همچون نامحدود نرید هی مرتب خبر بخونید یا شبکه های اجتماعی زیاد نرید و میگه خبر فوری که میاد همون فرد اولش نرید گوش بدید به خاطر اینکه اون اولش اطلاعات کافی نیست این قرار هی آپدیت شه میگه که بذار مثلا خبر کامل بیاد بعد تو آخرش و رو گوش بده خب الان خب. دارم برمیگردم همچین فرقی هم نمیکرد <applause> آره حالا <applause> دو هفته قبل ما حالا اولش آخرش همه یکی بود آره بعد میگه که کاری که این اخبار با مغز آدم میکرد چیه اینه که بخش منطقی مغز رو از کار میندازه چون احساسات رو دخیل میکنه بخش منطقی رو از کار میندازه برای همینه که مثلا اگه تو ایمان داری خبر بعدی میخونی و حالا حالت بده من بیام به تو بگم که با خیال ولش کن اهمیت نده این تأثیری نمیذاره رو مغز تو بخاطر اینکه اصلا بخش, منطقی مغز تو کار نمیکنه که ببینه مثلا این خبر بعد من رو از زندگی می انداخته من نمیتونم کار کنم پس بذارمش کنار دیگه اون موقع فقط بخش احساسی کار میکنه و باید با زبون احساس و حالا اعصاب باهاش برخورد بشه که مثلا مدیتیشن انجام بدید یا حالا مثلا گفته بود برید ورزش کنید یا هر کار دیگه ای اینا رو گفتم به کجا برسن به اینجا اما برای ما ایرانیا این اعداد توی بعد دیگه ای مطرح میشه دیگه صحبت از حدود 60 درصد نیست برای ما ایرانیا جنس این احساسات از استرس و بدبینی به آینده فراتر رفته قلزت و عمق شدت قریبی به خودش گرفته وقتی چندین روز اینترنت ایران قطع میشه حالا کسایی که توی ایران هستن حس میکنم بهشون جفا شده حس میکنم محروم شدن از یه حق طبیعیشون حس میکنم کودتای دیجیتال شده هم که اینوره ماهایی که اینوری بین حالا شاخ و برگی میمونیم که ریشهمون توی ایرانه و مستقل از مکان فیزیکی که توش حضور داریم اون ریشه ها اونجا خواهد موند تا ابل و وقتی اینترنت قطع میشه انگار ارتباط حالا شاخه با ریشه قطع شده هممون مبهوت میمونیم از حجم ارتباطات عمیقی که با سلیقه و مراقبت پرورش داده بودیم و به اراده یه شخص سالسی تو کمترین زمان ممکن قطع میشه تمام این ارتباطات معنادار تو ترس و دلهوره جنگ جهانی سوم بودیم که شروعش میتونه از وطن ما باشه که خبر سقوط این هواپیما اومد بعدش لیست سرنشینان اومد وقتی فهمیدیم که خطر جنگ فعلا به واسطه سخنرانی ترامپ و حالا موزگیری دولت آمریکا از سر ما برداشته شده دیگه اون آرامشی که شاید 15 ساعت قبلش آرزوش رو داشتیم و برامون بهترین خبر دنیا محسوب میشد دیگه بهمون دست نداد چون عکسای سرنشینان رو دیده بودیم چون دوست و آشنا و هم دانشگاهی و هم محلی و هم وطن که هستن عکس یه سری آدم بیگناه رو اون تو دیده بودیم که میتونستن الانم هم باشن ولی دیگه بینمون نبودن من. از آرامش خبری نبود هممون مواجه شدیم با حجمه آمیزه از احساسات نامعنوس ناراحتی و غمش قابل درک بود این خشمو نمیدونستم از کجا داره میاد خیلی به این قضیه فکر کردم که این خشمه دیگه از کجا اومد اینکه دوستامون اون تو بودن اینکه هر کدوم ما میتونستیم جای اون افراد باشیم هیچ جوابی براش نداشتم کم کم خبر داشت می اومد که ممکنه نقص فنی بوده باشه کانادا این وسط شده بود دایه مهربانتر از مادر مادر که چه کنم خیلی وقت خود مادری هم نکرده بود مقایسه اخبار داخلی و خارجی داخلی منظرم اخباری که از خبرگزاری های ایران میاد خارجی اخباری که از خبرگزاری حالا غربی میومد یادآور اون تناقض دائمی بود که جوانهای بعد انقلاب که ماها باشیم باهاش بزرگ شدن تناقض چه ما تو خونه یه مدل بودیم بیرون خونه یه مدل دیگه جلو خونواده یه شکل بودیم جلو دوستای شکل دیگه جلو استاد و معلم خوب و قدردان و معدب بودیم پشت سرش فوش ناموز جلو دوربین یه شکلی پشت این دوربین اگه بدینید یه شکلی این تناقضه دوباره تو اخبار ایران هم ولمون نمی کرد. اخبار داخلی قویا رد می کرد رو اخبار خارجی روز به روز داشت ادله بیشتری می آورد که نقص فنی نبوده تا اینکه چی میگن؟ سرکنگوین سفرا فوزود اون کابوسی که انتظار دوست داشتیم اتفاق نیافته به حقیقت پیوست به خاطر سوار شدن به هواپیمای یه هواپیمای معتبر اروپایی نبود که جونشون از دست نداده بودن خطای انسانی بود اینجا بود که دیگه دلیل اون خش رو میدونستم ذهنم جلو جلو دریافته بود که باید خشکین باشه ذهنم استقرای خوبی زده بود دلیل خشم بیگناهی سرنشینا یا همدانشگاهی بودن یا همزاد پنداریه با اونا نبود دلیل خشم حس دوباره بازی داده شدن بود دلیل خشم فرسودگی از احاطه شدن با فرافکنی بود خشم از شنیدن دروغ بود حالا دیگه این مغز من آروم نمیشد نکنه هواپیماهای قبلی اوتوبوس های قبلی هم تصادف نموده باشه نکنه تمام انکارهای قبلی حالا ایمان و فرزاد میخوام ازتون شما هم حستون رو بگید اون موقع که این اخبار داشت میمد بیرون خب حس خوبی نبود دیگه ما فکر کنم یه انقدر من کامند آر زدم یه کامند و یه آر من باید از اپل سفارش بدم بیاد چون که ریفرش کامند آره کامند آر توی اپل ریفرش پنج ویندوز آره همینطوری ای ما داشتیم مثلا ریفرش میکنیم ببینیم خب خبر بعدی چیه و مثلا از اون ورم تلگرام ببینیم چه خبرو اینا خبر خوبی نبود یعنی حالا نمیدونم این خوبه یا بده یا هر چیزی ولی اولش چیز جنگه بود دیگه یعنی اولش حالا اون موشکایی که زده بودن و اینا و برای من اینطور بود که خب حالا هواپیمایی که خورده اصلا میره توی کتگوری دوم یعنی اصلا برای من اون اولش واقعا حالا خیلی بده ولی اولش اصلا مهم نبود این بود که خب جنگ نشه بعد که جنگ از بین رفت اینطور بود که خب حالا الان هواپیمایی که سقوط کرده واقعا چی شده ما فکر کنم یکی از عجیب ترین حساب بود چون که همطور گفتید ما خودمون هم هر کدوم میتونستیم توی اون پروازه باشیم چون که 63 تا کانادایی بودن نه کسایی که مقیم کانادا بودن اون تو بودن و اینکه خب ماها خودمون چندین بار این پرواز رو حالا سوار شدیم توی این پرواز بودیم خانواده ها اون بودن و افراد نزدیکمون بودن و حتی توی همون پرواز هم چند تا از دوستای خودمون بودن که ما بعدش هم فکر کنم یه دو سه روزی همش یاد بود و مراسم ختم و اینجور چیزا بود که اینجا داشتیم میرفتیم اصلا نمیدونم پسر رو میگی بیان کنی ولی واقعا بیانش خیلی وصف نیست سخت تر از اون چیزیه که بخوایم بگیم ولی خیلی وقت بود که یعنی خیلی وقت بود که هیچ من تا به حال انقدر حس قریب نداشتم یعنی من حالا به واسطه اون حالا شخصیت شوخی که دارم سری میتونم بیان کنم حسم و مثلا مشکلی ندارم برای اینکه مثلا حرفمو بزنم ولی انقدر چیز بود انقدر اوزای پیچیده ای بود که خیلی سخت بود و حالا چیزی که منو خیلی ناراحت می کرد این کسایی بودن که دامن میزدن به این خبرها یعنی حالا چیزی حالا نمیم شاید احتمالا در خواهی صحبت بکنی ولی کسایی بودن که حالا شروع می کردن چرت پرت گفتن که چون فلانی اون تو بوده بس بیساری اون تو بوده و مثلا اکسو مثلا یه سری فیلم درست کردن تو توییتر میدادن که مثلا انگار زمانی بوده که مثلا هواپیمادش سقوط میکرده آه. که آخه بود که چ... چی آخه یعنی اصلا برای چی اینو تو اصلا پخش میکنی حالا اصلا گیریم که این چیزی که تو داری درسته و زمان وحشت یه سری آدم رو داری نشون میدی حالا یعنی که چی آخه به کجا رسیدی از این موضوع فرض تو چی؟ تو چه حالی داشتی؟ برای من همین بود دیگه تو گروه هم تکست دادم که یه سری احساسات همه داشتیم تجربه میکردیم که هیچ موقع تجربه نکردیم و اصلا همین که با اون کنار بیای که این احساسات چیه خیلی عجیب بود چون نمیدونست آره خیلی سخت بود واقعا سخت بود حالا این من مقدمه رو تا اینجا گفتم مقدمه رو که لفظ قلم گفتی بقیه جوری بگو بچه بفهمون چی گفتی نه این تا اینجا مقدمه بود که دل آماده بشه که این درخواست رو مطرح کنم که اصلا اسم این قسمت یه درخواست کوچیکه اینه که ما مردم عادی ماها ما, ما که اشخاص سالس برامون تصمیماتی میگیرن که مسیر زندگی ما رو تغییر میده ما ای که تو زمانی زندگی میکنیم که قیمت یه کالای ضروری یه شبه سه برابر میشه نمایندمون تو قدرت که شاید خیلی از ماها هم بهش رعی داده باشیم از زمان اجرای تصمیم با لبخند ابراز بی میکنه ما که 60 سفرمون میمیریم تو مراسم سوگواری ما که با ویزای دانشجویی کاملا قانونی میریم آمریکا اونجا دیپورت میشیم برمیگردیم وقتی که میبینیم فهمیده نمیشیم خودمون ما مردم عادی خودمون رو بفهمیم همدیگر رو بفهمیم درخواست کوچی که من تو شرایط کنونی اینه اینه که آگاهانه به قصد فهمیدن هم به هم گوش بدیم بدون اینکه قضاوت کنیم همه ما چه بروز بدیم چه ندیم که به حالا شخصیتمون بستگی داره هممون درد داریم الان ممکنه الان یه مقدار زمان گذشته باشه از حالا شدتش کمتر شده، کاسته شده باشه یه ذر راحت تر باش کنار بیایم ولی چه بروز بدیم چه ندیم هممون درد داریم خشم داریم به اونی که مرتب اخبار رو دنبال میکنه نگیم ولش کن اینطوری فقط حالت بدتر میشه به اونی هم که نمیکنه نگیم بیخیالی تو به اونی که عکس پروفایلش سیاه مرتب استوری هم دردی میذاره نگیم این کارا فایده نداره به اونی هم که شاید استوری مهمونی میذاره خورده نگیریم به شعب حسینی نگیم تو حکومتی که جشنواره فجر رو تحریم نمیکنی انرژی بذاریم و ام... جواب حسینی من نمی... من یه سری دارم فوش میدم چرا دارم فوش میدم. آره یه سری از تحریم کردن آره. حسین اومد گفت من تحریم کنندگان رو تحریم میکنم من تحریم نمیکنم جاش بعد حالا اینجوری بهش گفتم انرژی بذاریم و عمق دیدگاه و افکار آدمای دور و رو بفهمیم و چرا من این حرف رو میزنم؟ چون هر کدوم ما اگه جای طرف مقابل بود و زندگی اون رو کرده بود شاید عینا همون رفتار ازش سر میزد من نوعی شاید اگه جای شاه حسینی بودم شاید تحریم نمی کردم. من که اینجا نشستم که نمیتونم قضاوت کنم <applause> اگه جای فلانی بودم شاید این وسط مهمونی استوری مهمونی میذاشتم اینطور نیست که من درست باشم بقیه غلط درست و غلطی وجود نداره همه دنیا هم مثل من بود و مثل من فکر میکرد که خیلی خسته کننده بود همه چیز آره واقعا این راست قطعه گمشده پازل این وسط تعامل و گفتگوی معنا داره نه گفتگو به قصد تخریب دست راستی باور داره درست مطلقه و میخواد دست چپی رو تخریب کنه و بلکس ما نظرات گوناگون رو نمیشنویم ما فرصت وسعت دید پیدا کردن رو از خودمون میگیریم بهش چی میگن بهش میگن کانفرمیشن بایاس یعنی چی یعنی ما خودمون رو احاطه میکنیم با افکار و نظرهایی که باورهای قبلی ما رو تصدیق کنن و اینا همه ماها انجام میدیم این مختص ایرانیان نیست همه آدمای دنیا این کار رو انجام میدن اینطوری وسعت دید رو از خودمون میگیریم از کوچولو بگم حالا من توی مدت خب خیلی جا حرف این موضوع می شد و حالا خیلی ریاکشن های مختلفی نشون میدادن همونطور که گفتی من با یه کسی صحبت می کردم که حالا اس که خب آدم معروفیه حالا توی ایرانیا و میگفتش که دیدم که یه استوری گذاشته توضیح داده که ببخشید اگر که من استوری های دیگه میذارم مثلا از دست من مثلا ناراحت نشین من کارم ایجاب میکنه که این کار رو انجام بدم ازش پرسیدم بهش مثلا مسیج مثل هم گفتم که چیه داستان و اینا گفتش که نمیدونی از موقعی که حالا این اتفاق افتاده من به خاطر اینکه مثلا نیم ساعت مثلا عکس پروفایلم مشکی نبود و مثلا دو تا استوری مربوط به کارم رو گذاشتم که خب مجبورم بذارم مثلا فوشای زیاد گرفتم که مثلا خیلی معدبانه هاش رو برای من فرستاد که مثلا اینطور بود که نه مثلا تو باید مثلا استوری مثلا مشکی بذاری مثلا باید اطلاع رسانی بکنی و اینا به نظر من وظیفه همه نیست که این کارو بکنن یعنی به قول تو اگر که یه کسی داره یه جور دیگه با این موضوع کنار میاد واقعا بذاریم کنار بیاد همه نباید یک جور و یک شکل با یه حالا درد مشترکی که وجود داره کنار بیان و اینم خیلی برای من چیز بود دیگه که مثلا من با بعضی که صحبت میکردم اینطوری بود که آره فلانی رو دیدی مثلا استوریش مثلا چون عکس پروفایلش مشکی نیست من هم عکس پروفایل خودم حالا مشکی نبود واقعیتش ولی حالا که چی یعنی این به اون معنا نیست که من زجر نمیکشم مثلا اون کسی که مشکی کرد داره بیشتر زجر میکشه ولی خب ولی جالبه دیگه کارو میگه این خشم ما که حالا خودمون هم نمیدونیم خالی میکنیم خودمون نه دوست داریم, داریم که انتظار داریم که مثلا آقا چون نمیدونیم خشم داریم آقا چرا تو استوری سیا نذاشتی حالا و کارو میگه ما خب بفهمیم که آقا ما ناراحتیم هنوز هم من اینو توی لول دیگه موقعی که یکی از بستگان اون از در فوت کرد من اینو دیدم که هر کسی توی اون فامیل ما خب همه ناراحت بودن کسی از فوت یه که خوشحال نمیشه قاعدتا اینطوری بود که هر کسی داشت به شکل خودش با این موضوع کنار میومد یعنی حالا منی که حالا یه ذره شوخ طبعم سعی میکردم که حال اون کسایی که اونجا هستن رو یه ذره بهتر بکنم مثلا به بقیه رسیدگی بکنم یکی واقعا داشت مثلا تمام مدت گریه میکرد یکی داشت مثلا کمک میکرد چه میدونم نظری میپخ یا مثلا هر کسی داشت یه جوری یه کاری میکرد این دلیل نمیشد که من که دارم میخندم مثلا کمتر دارم زج میکشم هم کسی که داره مثلا زجه میزنه و اون کسی که مثلا داره کار میکنه بازم مثلا به مراتب از من مثلا بیشتر داره ناراحتی میکنه هر کسی برها انسانیم با یه سری دیدگاه های مختلف با یه سری احساسات مختلف انسان های مختلف هستیم و روش کنار اومدن اون با مشکلات مختلف هم متفاوت دیگه آره من از کانفرمیشن بایس گفتم که ما خودمون رو در واقع نه خواهش با... که احاطه میکنیم با حالا افکار و نظرهایی که تایید کنه تصدیق کنه پیش فرض ما رو باورهای ما رو من دلیل اینکه برنامه پرگارو رو خیلی دوست دارم و بی, بی سی. آره معرفیش کردم به خاطر اینه که میتونه دو سر یه طیف و راست و چپ خدا باور و خدا ناباور رو بشونه دوره یه میز و یه مکالمه معنادار به وجود بیاره و این دقیقا اون چیزیه که من حس میکنم نداریمش آره؟ آه. نداریمش ما بر نمیتابیم نفر مقابلمون مخالف ما حرف بزنه و خب این یه بخشیش برمیگرده به آموزش که به ما میتونست داده بشه و هیچ وقت داده نشد توی مدارس ما که روابط عمومی ما چجوری میتونیم با یه نسل با یه آدمی که جلومونه و نظرش با ما فرق داره ما ارتباط داشته باشیم چون نیازه برای رشد کردن ما نیاز داریم به همچین چیزی ما چجوری میتونیم نظر مخالف خودمون رو بیان کنیم بدون اینکه به شخصیت طرف مقابل حمله کنیم نظر مخالف خودمون رو بشنویم بدون اینکه به شخصیتمون بر بخوره بدون اینکه بخوایم مقابله کنیم این طبیعت انسانه ما همیشه راجع فایت حرف زدیم که ما اینجوری تکامل پیدا کردیم که تو شرایطی که احساس خطر کنیم بدونیم میتونیم بزنیم میریم میجنگیم در واقع یه بار مورد آره. <applause> بدونیم نمیتونیم نمیتونیم بزنیم میذاریم فرار میکنیم آره. ولی خب الان که حالا شرایط عوض شده فرهنگ ها در واقع جوامع پیشرفت کردن میتونیم روی خودمون کار کنیم از خودمون داریم میگیم دیگه تک تک ما آدمای معمولی نه اون شخصای سالسی که برای ما تصمیم میگیرن و زندگیمون رو عوض میکنن دیگه تا اینجاش بسته فکر کنم پیامی که من دوست داشتم بیان عرفت. کنم بیان شده درخواست کوچی که من توی این شرایط تو درخواست گفتم تو گوش بیشتر دیگه نه نجزون. درخواست کوچی که من تو شرایط گنگ و نامانوس کنونی اینه که ما همه مردم عادی به هم گوش بدیم به هم بها بدیم همیشه خروجی خرد جمعی زیرکتر از یه گروه محدوده درست درست اینو حتما بعد اپیزود یک میرفتیم <applause> چرا زمانش الان بود <مودیم. تصفيق> میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست برمیگردم میگرم اون زربان مثل قدیمی این اولین اپیزود ما اگر که بخواد باشه یه ذره به نظرات مختلف گوش بده <applause> بها بده و قضاوتی شون آره قضاوت آدم قضاوتی دک. آره. قضاوت آدم قضاوتی آره. یکی شبیه تو نیست قضاوتش نکن بله بعد این که جالب داری حداقل یه ذره <تصفح> چیز کنی آره جالبان. چند تا داری چند تایی هست چند تا میخواست چیز من یه مدت که حالا تعطیلات بودیم برای خودمون یه مدت هم حالا اینجا برف شدید اومد حالا میگم برف شدید حالا اونجوری هم نبود ولی خب مثلا ماشینا مشکل داشتن خود کارون یه ساعتی توی ترافیک خوب اون, اون زخم بستر گرفتیم <applause> تو اون ترافیک <تصفيق> <تصفيق> جدی من خبر ندارم ببین من براتون بگم مسیری که مثلا 20 دقیقه چند ده حالت نه بابا از اونجا تا اینجا سه کیلومتر بود مسیری که 20 دقیقه, دقیقه طول میکشه مثلا برسم به خونه چهار ساعت و نیم من تو ترافیک بودم هشت و ده دقیقه تو از اونجا از اون آره. کلاس اومدی بیرون دوازده و چلاهش به همه بعد ببین اینجا دو تا پل داره این پل اول ما رفتیم نزدیکش پلیس بسته بود هنگر ماشین لیز خورده دادن رفتن تو هم بعد پل دوم نزدیک خونه ایمانه سعی زن ایمان من مثلا دارم میام اون ور شاید اصلا شب بمونم پیش تو آره من کردم من از اون دور گفتم بیا گفت بیا <laughs> منم شروع اومدن ولی نمیتونستم بیام اولا اینقدر ترافیک شده و ما ماشینا رو خاموش کرده بودیم و اصلا حرکت نمیکرد سه و دو دهم کیلومتر رو من توی سه چهار ساعت از اونجا تا دم خونه ایمان رسیدم و دیگه وقتی رسیدم پل باز شده بود تو تا ایرینات درست بود نه بلی... من یه لیز ناوی خوردم <تصفح> کمونده بود تصادف کنم حالا اینو خواستم بگم من مدت دو سه روزم کارو اینا تعطیل شده من نشسته بودم پای تلویزیون نشستم نتفلیکس چیزو دیدم دو سه تا داکیومنتری دیدم یه داکیومنتری دم برای هرناندز این خود اسمش چی بود یه چیزی هرناندز جاوی جیم هرناندز جیمز هرناندز فکر کنم من نایدم در مورد یه فوتبال پلیئر بود که یه کسی رو کشته بود توی چند سال پیش مثلا واقعا مثلا 2017 اتفاق افتاده بود 2015 اتفاق افتاده بود و اینکه چیز بود دیگه مثلا میرفتن دنبال مثلا محاکمش میخواستن بکنن دادگاهش رو نشون میداد و اینا میرفتن دنبال آلت قتاله و فلان و اینا و خیلی اذیت شده یعنی دو از این داکیومنتری ها دیدم واقعا اذیت شدم فکر نمیکردم مثلا اینقدر تو روحی هم از هر شبه شبا خوبای قتل و اصلا کشتار رو اینا می دیدم. ولی جالب بود این فوتبال پلیر طرف حالا بگم فوتبال فوتبال آمریکایی آه آره آه. و خیلی هم مثلا چیز بوده خیلی هم آدم قابلی بوده و اینا از بچگی هم فوتبال بازی میکرده و الان یه مرضی هست به نام سی تی ای که به خاطر کانکشنایی که زیادی می که میگیرن مثل اینکه یه قسمت هایی از مغز که برای تصمیم گیریه شروع میکنه سفت شدن و اون کار رو از از میندازه از کار و اینا مثلا یهو تصمیم های خیلی عجیب میگیرن مثلا یهو خیلی غیر منطقی. آره غیر منطقی مثلا دپرس میشن و مثلا اکثر شما آدم هستن که خودکشی میکنن به خاطر این چیزها و این حالا شروع کرده بود آدمای مختلف و کشتن و اینا و شروع کرد مثلا در مورد زندگی و ایناش گفته بود خیلی اینو تو تو اون بازی <applause> که من تو ترافیک بودم گوش <applause> <applause> نه نه اون موقع داشتم جنگ جهانی رو میدیدم <applause> که <applause> <applause> <تص...> آره ولی این دوره سیتی نشون میداد و نشون میداد که این میگفتش یکی از بدترین کیس های سیتی بوده که تا الان دیدن و اینطوری بوده که این مثلا 15 سالی با این بوده و داشته مثلا رشد میکرده این بیماری مثلا کسایی که خودکشی کرده بودن مثلا مقدار زمانی که این دیولپ شده مثلا دو سال بوده ولی مال این مثلا ده سال خورده بوده که آخرش هم نمیگم دیگه کسایی که میخوان برم ببینم آره کلش شده <متصفح> با دیتیل گفت آخرش فقط نمیگه مرسی اسم داکیومنتری اونه آره لایف از جیمز هرناندز حالا بگو جالباتو بگو, جالب. جالب بگو. آه یه دونه جالب بگو آ یه دونه یه جالب بگو شل کنی بقیه شد بقیه شد بقیه شد بگو نه من خواستم زیاد جالب که نیست ولی این اسباب کشی که داشتیم هفته پیش خیلی سخت بود و اصلا <تصفح> 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 دعا میکنم که هیچ که اسباب نخواد بکنه واقعا بار تا بار سه بار قاره عوض کردم یه بوان. چیز عجیب و بدیه ما آخه اسباب تو اون روزهای برفی و اصلا رفت یه لول دیگه. پیش برفی نمازه. نه یعنی روز زمین برف بود آها. هنوز تمیز نکرده بود آه. ولی خب دیگه جالب که خب میدونی که ونکوور تو کل دنیا یاد چی صفت رو برف میاد محمد کریم پوری اینستاگرام تبلیغ موزن دنیای ببخش ولی من دقیقی رو سی تی بولم و دارم داره فکر کنم آخرین آخر شهر دنیا بود فکر کنم استان ما در واقع که او و اینا رو در واقع چیز کردی بیان آره. کار کنه آره. اونم آره. زحمت کشید تازه اسنپ داریم دقیقا اگه دقیقاً. یعنی ما تازه به سه سال پیش تهران رسیدیم کل آره. آره. اونم نرسیدیم هنوز خیلی 6 تا 10 تا دونه ماشین الان آره, آره دیروز آره. ساعت 8 صبح گفته بودن 11 8 شروع کردن و ما هم الان ماشینا رو میتونیم رو مپ خیلی هم گیرون خیلی چیز گذاشتن قوانینی گذاشتن که تقریبا تو بعضی جاها همون قیمت تاکسی میشه آره, من یه مسیر رو چک کردم حدود 47 درصد ارزون تر از تاکسی بود خوبه چرا, هفت چرا حفت حفت خوبه ولی باز با این حال خیلی گرونه نسبت به شهرهای دیگه دنیا خوب. یه خبر دیگه هم که اومد این همین فکر کنم یکی دو هفته بود خیلی تو اخبار صدا کرد بعد خبرهای ایران این چیز بود که نوه ملکه آیه آقای آره با خانومشون دیگه چندن از خانومه سلطنتی. و خب این مسخره چون شما میدونید من کلا با داستان خانواده سلطنتی مشکل دارم چه اصلا چیه آقا بگید بردارن ایشون مشکل ولی اگه میدونستم که سلطنتی نمیشدن اینا اومدن بیرون و ملکم گفته آره کاری به کارشون نداشته باشید و کانادا رو انتخاب کردن که بیان شنیدم ونکوور حتی میخوان بیان میخوان تا بیان اینا ویکتوریا یه کاخ خفنی هم اجاره کردن آره. جواب پیش مسافرت خیلی زایی است اگه از بیان بیان تو کاخ نه میاد بکنم به بابل... تا میاد نورتون داره جواب اینا اپلای کنه مکدونالد برگر فیلیپ میکنه این چیز اصغرشو میکرد توی برنو گفت میگفت مثلا این رفته مکدونالد داره کار مثلا یار میگه یور ماجستی مثلا, مثلا <تصفح> هم <بگر> بده به <تصفح> من برو برگر کینگ بعد <تصفح> جالب بود یه سری دوستان که دوست نه ولی میشناسمشون رو فیسبوک دارم ایرانی جنریشن ما نیستم ولی به فارسی تبریک گفته بودن خیلی خوشحالیم که من <تصفح> بعد <applause> که چی دارین میاین منکوور به خدا <تصفيق> <تصفيق> و... چرا حالا مثلا بنده خدا بخان... اگر بیا یه قرمه سبزی در خدمتتون باشیم مثلا مثلا میخواد یه بهش پرینس هم نگن بعد این نوشته بود شاهزاده بفار... چیز شاهزاده هری خیلی خوشحالیم که دارین میاین ونکوور خیلی دوست دارم یه عکس بات بگیرم پارسی؟ پارسی اون دوستون آنفالو نکردی شما باید بکنم یاد بگیرید که با منتالیتی های مختلف کنار بیاد ولی ولی کرد. این چیز حالا میگی این که مثلا ترامپ اومد یه دونه توییت فارسی هم زد اونم منو خیلی اذیت کرد اتفاقا اونم منم برام سوال بود ولی یکی بچه یه تحلیل جالبی ارائه داد که این مدل توییتایی هایی که میکنه خیلی از آدم ها رو تو جاهای مختلف دنیا آگاه میکنه از شرایطی که داره میگذره توییت مثلا فارسی میزنه عربی میزنه انگلیسی هم میزنه اینو مثلا دارم برای شما میگم اون آمریکایی، اون کانادایی لزوما نمیدونه که مردم ایران مثلا میرن تو خیابون به چی دارن اعتراض میکنن. خب؟ به. چون اخباری که از ایران میاد یه چیز میگه، اخبار این برای یه چیز دیگه. این اون توییت رو که میکنه، اون مردم عادی که میخونن متوجه میشن. این کاربردش اینه. خب. برام خیلی فارسی میذاره مردم عادی فارسی میذاره خب فارسی زبون ها خودشون در جریان نمیبینن. عربی میذاره، اون کشور عربی میفهمه و انگلیسیش هم میذاره. این کاربردش اینه آخه کس فارسی که میذاره تویته که توی ایران فیلتره ولی خب اکساش در میاد اکس که فیل... چیز فکر کنم 95 درصد واقعا مزه چند درصد آدم تو ایران تویتر استفاده میکنه ایلی بابا زریف تویتر داره بابا زریف چیزه بابا دارم میگم که اون مردم یعنی ما ایرانی هم میفهمیم که این مثلا میدونه تا حدودی میدونه چه خبره این کاربردش اینه و اگه که دیگه باید بره واقعا قاز بچرونه خیلی نمیدونم فیلم مثلا ترامپ نمیدونه خودش حالا راجع به آدم صحبت نمیکنه ولی چقدر مثلا کشورهای دیگه میدونن آره راجع به آدم صحبت <تصفح> چقدر کشور دیگه میدونن توی کشور دیگه چه اتفاقی داره دقیقا میافته نمیدونم بله اذیت کرد احساس کردم اومد خودشیرین نکنه تو از رو هیتی که داری واسه ترامپ هر کاری بکنه ببین تو هم جای اون بودی ممکن بود اونجوری بشی بدونم این چند روز پیشم یه عکس گذاشت رو اینستاگرامش که اوباما او پنجره بود چی بود نمیدونم اوه چی حالا من واقعا سوسا هستم چی جوری با این ذهنیت میتونی کنار بیای با چه ذهنیتی با این ذهنیت کسی که همچین عکس رو توییت کنه نه من که کنار من چی جوری آدم میتونه نفر اولام توی اصلا میدونی حالا من واقعا سوالم امینه مثلا بعضی هستن که دیدیم تو مثلا چند هفته واقعا اذیتمون کردن آره با عکس و مثلا صحبت هایی که کردن بله چه جوری میتونیم کنار یعنی بعضی ها رو واقعا کنار اومدن اینه که اصلا ازشون بگذریم ها من آه، من, من... نمیگم که مثلا تو برو هر روز با اون آدم معاشرت کن خب ولی من میگم اون کسی که من حرف که میزنم اینه که هر کدوم ما مسیر زندگی اون آدم ها رو بریم آره نه اینکه اصلا من درستم بقیه غلط درست. هر کدوم ما اون مسیر رو بریم اونطوری میشیم که الان من اینطوری هم تو زندگی منو کرده بودی شما که اینطوری بشیم نه اونطوری باید بدونم توی کس خاصی یک... از اون مریضی دو اینکه خب اون کسی که فکر میکنه و تحلیل داره هر چقدر اون فکر و تحلیلش به مزاق ما خوش نیاد ولی خب یه فکری پشتشه ما حداقل میتونیم یک بار پای صحبت های این آدما ها بشینیم یک بار سعی کنیم بفهمیمشون نه اینکه نقدشون کنیم خب. خب. درست. ولی حالا به صورت کلی این حرفایی که تو این اپیزود زدن این بود که اون مکالمه بین ماها برقرار نمیشه یعنی <applause> احاطه شدیم با یه سری آدم که شبیه خودمونن که خب پیشرفتی حاصل نمیشه الان این که قدرت ها دارن برای زندگی ما تصمیم میگیرن حداقل ما مردم عادی که تعدادمون خیلی بیشتره میتونیم شروع کنیم و این خرد جمعیه رو به وجود بیاریم یه بود بگم حالا برداشت من اینه که ما اکثر الان اینتراکشنمون با بقیه تعاملمون تعامل با بقیه شده یا اینستاگرام یا توییتر یا فضای مجازی یا تلگرام یا هر چیز دیگه و داریم از چیزایی که آدما پست میکنن یا میذارن حالا روی فضای مجازی مختلف قضاوتشون میکنیم و اون مکالمه واقعا رو در روه کاملا که تقریبا از بین رفته و اینم شاید میتونه یه دلیل این موضوع باشه دیگه که ما واقعا نمیشینیم پای مکالمه یه نفر و مثلاً از پنج خطی که نوشته مثلا 1400 میگم 140 تا کارکتری که استفاده کرده برای نوشتن یه جمله اونو رو قضاوتش میکنی و اونم میتونه خیلی دمجینگ باشه بریم ببندیم افزاد تو خیلی چقدر شد زیاد شد چهل چهل چهلیه خوش دوست دارید میشتر <تصفح> 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 خیلی خب مرسی که با ما بودید مرسی که این مدتی که ما نبودیم با ما در ارتباط بودید کلی به اون انرژی دادین و ازمون خواستیم که برگردیم و به همون کلی راهکارهای مختلف پیشنهاد دادید ما که نمیخواستید ما بر نمیگشتیم و قطعا با کله برمیگشتیم آره آره بعد اینکه همین دیگه ما توی تمام فضای مجازی اسم ما خودکسته توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام اگر که میخواین اپیزودا رو میگه اگر که میخواین اپیزودارو به صورت ویدیویی تماشا بکنید میتونید به روی یوتیوب به صورت کامل ما اونجا میذاریم اپیزودارو و جذابیت بستری هم داره ویو خوب هم داریم پشت آره عالی میشه و اینکه ما میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم فلان خدافظ خدا